واقعیتش این اینه که اون چیزی که براشون بسیار چشمگیره اینه که نسلی هست که هیچ وقت ایران رو ندیده، امثال من و همکارم حنیفه دکتر خیری، هیچ وقت ما ایران رو ندیدیم و کمتر هم به جز مجاهدین و اعضای مجاهدین و فعالین حقوق بشر با ایرانیا در ارتباط بودیم، چون همیشه خارج کشور بزرگ شدیم و براشون برای خارجی‌ها بسیار چشمگیره که ما حاضریم تا این اندازه برای مردممون دل بسوزونیم و صدای آنها باشیم، در زمانی که خب به هر حال بقیه خارجی‌ها تعطیلات میرن، برای خودشون به هر حال پسنداز میکنن، در طول سال که کار میکنن یه پول پسنداز میکنن و میرن برای تفریح، برای به هر حال منافع خودشون و اون چیزی که براشون خوشاینده برای اون وقت میذارن، برای اون خرج میکنن، ولی یک نسلی در رکاب مجاهدین بزرگ شدن، تربیت شدن که ارزشاشون متفاوته. مثلا من و دکتر خیری ما دوتای فعال حقوق بشر هستیم و سالانه تمام مثلا پسندازمون و تمام روزای تعطیلمون، آخر هفتهمون، ویکندامون رو برای این کار کنار میذاریم. در واقع تمام با اینکه ایران بزرگ نشدیم ولی حقوق ملت ایران، حقوق مردم ایران دغدغه روزانه ما هست و این بیش از هر چیزی چشمگیره برای خارجی ها که چگونه ممکنه اینقدر ایرانی اصالت داشته باشه به وطن خودش. و البته این اصالت برای من فردن میتونم بگم، این رو من از مجاهدین آموختم، چون همونطور که گفتم من ایران که نبودم، ایرانی ها زیادی هم رابطه نزدیکی با ایرانی ها نداشتم به خاطر اینکه من تو خانواده نروژی بزرگ شدم، اساسا نروژی و سوئدی بزرگ شدم، ولی دغدغم و ایرانه و این رو از همون مادر و پدر مجاهد خودم آموختم. به دلیل اینکه ببینیم خانواده من قبل از که من در سن 7 سالگی نروژ بیام، ما خانواده‌مون از همون اول از بعد از تایلند به ما در نروژ اقامت دادن، به منظور اینکه من خانواده ما میتونستن در نروژ زندگی بسیار مرفعی داشته باشن، من پدرم دندون پزشک، شرایط بسیار عالی داشتیم.